مدیر نهاد بین المللی دیدبان حقوق بشر از فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی انتقاد کرد. کنت راوس، مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر از وزارت امور خارجه آمریکا به دلیل فروش جنگ افزار و مهمات به عربستان سعودی انتقاد کرد. وی در توییتر خود نوشت عربستان سعودی زنان را سرکوب می کند. نسخه افراطی از اسلام را ترویج می دهد و غیر نظامیان یمنی را می کشد. با این حال آمریکا فروش سلاح به این کشور را از سر روزنامه واشنگتن پست هفته گذشته از موافقت وزارت امور خارجه آمریکا با اثرگیری فروش تجهیزات جنگی و مهمات به عربستان سعودی خبر داد. این در حالی است که دولت قبلی آمریکا در ماه‌های پایانی و تحت فشار رسانه‌ها بعد از حمله مرگبار عربستان سعودی به یک مراسم ترهیم در یمن فروش چند هزار گلوله و موشک به عربستان را به حالت تعلیق درآورده بود اما در دولت کنونی به دنبال موافقت وزارت خارجه آمریکا کاخ سفید نیز با صدور این مجوز موافقت کرده و قرار است این درخواست برای صدور مجوز نهایی به کنگره این کشور ارسال شود به گفته رسانه های آمریکا شماری از سناتورها با توجه به آمار بالای تلفات غیر نظامیان در حملات عربستان به یمن مخالف صدور این مجوز هستند حملات عربستان به یمن که از دو سال قبل آغاز شده تا کنون جان چندین هزار تن را گرفته و دهها هزار نفر را مجروح ساخته که به گفته نهادهای حقوق بشری بیشتر آنها غیر نظامیان هستند